آقای علی اکبر امیدمهر، شما تا سالهایی که در دهه اول انقلاب اندکی بیشتر، تا اون سالهایی که شما به عنوان دیپلمات رده بالای جمهوری اسلامی در مناطقی که اول برنامه عرض کردم فعالیت میکردید، در کتابتون هم آمده است که شاهد شکلگیری فکر ترور، سلولهای ترور، حتی ترور دانشجویان در هند بوده اید. ازتون خواهش میکنم که به طور خلاصه و روشن بفرمایید که چگونگی این موضوع است. من روشن شدم. سلام جناب سلامتی، من این گزارشم رو اینطوری تنظیم کرده بودم که حقایقی که من خودم از هند تا پاکستان دیدم، بعد هم زمانی قطعه داخل و خارج، در حالی که رژیم در حال تضعیف مسئولیت دیپلماتیک رژیم و عواملش که چرا سوء استفاده میکنن و صلاحیت قضایی ملی و جهانی و چرا در این مقطع چنان تهدیدی میکنن و چیکار باید کرد. و اما در پاسخ سوال شما، حقایقی که من در هند بودم، من از ژانویه 1980 که وارد هند شدم تا زمانی که مسئولیت سرپرستی نمایندگی رو بگیرم، جست گلیخته و از همکارا به صورت افواهی میشنیدم که مثلا بعد از انقلاب در سال 57-58 عده‌ای در ایرانی ها که رفتن به ترکیه، به پاکستان و افغانستان، کنسولگری های ما مثلا در کویت، ترابوزان، ارزروم یا هرات، سرکنسول هایی که گلهایی تازه رفته بودن، ایرانی های مخالف رو میگرفتن، اون موقع با صندوق میفرستادن ایران. من این پیش زمینه رو در ذهنم داشتم که کارم رو در بمبئی شروع کردم. اون موقعی که من مسئول سرپرستی امور دانشجویان رو داشتم، بعد از اینکه یک سال تموم شد، به عنوان یه وظیفه‌ای که یه دیپلمات داره، باید بهای اربعه رو به صورت سالانه به مرکز گزارش بکنه. من آمار سال 57-58 رو مقایسه کردم بر اساس اون چیزی که از مرکز میاد اون فرما رو پر کنم، دیدم در سال 57 ما 7 نفر جسد به ایران فرستادیم از طریق هواپیمای ملی ایران، در سال 58 13 تا و در سال 59-51 تا، یعنی به تقریب هر هفته یه نفر کشته شده و اکثر اینا هم دانشجو هستن و تصادف مشرف بمون. بنابراین این ذهنیت در من ایجاد شد که دانشجویان، یعنی این انجمنهای اسلامی که در اونجا تشکیل شده، اولین کاری که میکنن مخالفین رو که در اونجا از دانشجویی قطع شده، تنها چاره‌ای که میدونم به مبارزات سیاسی دست دادن، مخالفت میکنم با رژیم که بلکه با تغییر رژیم فکر کنم برگردن این عرض دانشجویشون دوباره برگزار بشه، برای اینکه از دیگه کسی نداشتم با اونا کمک بکنم. من اینو به شاهد بودم تا اینکه در سال 1964 رفتم به عنوان مأمور موقت در پاکستان. اونجا سرکنسولی داشتیم به نام آقای ابراهیمی. ایشون به من موقعی که قرار بود با اونجا دائم بشم، به خاطر حرفی که ایشون به من زد من نپذیرفتم. با آقای نجفی رفته بود، قرار بود من معاون آقای محی‌الدین نجفی سرکنسول بعدی باشم. ایشون به من گفتش که من موقعی که بعد از انقلاب فرماندار بیجن شدم، یکی از دیپلمات فئودال های زمان شاه، پدر من را که یک کشاورز بود اذیت کرده بود، ما اونو به فرمانداری خواستم، پشت فرمانداری کشتم و همونجا هم چال کردم. اینو من شنیدم، حاضرم من آقای ابراهیمی رو در همه دادگاهی که میخوام بذارم و صحبت کنم، فوقش میرم اون جسد از اونجا در میرم دیده. بعد در سال 1372 من به عنوان سرپرست موقت نمایندگی، حالا اسامی اگه بخواهید میگم، آقای جعفر آریاپور به عنوان مأمور سپاه، آقای عرفانی مأمور وزارت اطلاعات و کارهای دیگه، یهو به ما خبر دادن که آقای دکتر ولایتی یه کلاسی برای ما فرستاده که خیلی مهمه. قبلش آقای آریا و آقای عرفانی هر دو رفته بودن تهران و به من گفته بودن که ممکنه کار مهمی انجام بشه یا ممکنه کار انجام نشه، ولی این کلاس که اومده بود مأمور رمضان بود برای من، من مجبور شدم همکارا رو به اتاق اقدام، همون اتاقی که به تنارمر کسی نمیتونه حتی با شدید تو این چیزا از بین ببره،
دیوارهای بتون آرمداره رفتیم نشستیم و تلکس آورد و تلکس نوشته بود که 400 مجاهدین افغانی از گروه سبقت الله مجددی که رفتن رهبر رو ببینن، بعد اومدن در هتل اینترکانتینانتال پیشاور پاکستان یه حرفایی علیهش زدن و اونجا هم که اینا مسائل شنوب داشتن. بنابراین تصمیم بر این است که اینا کشته بشن و چون آقای آریا و آقای ارسانی بررسی کردن فهمیدن که اینا فردا قرار با بعد از ظهر ساعت 4 با پرواز آریان افغان از پیشاور پاکستان برن کابل، بنابراین ما باید این هواپیما را منفجر بکنیم. هر کسی یه وظیفه داشت، من شاهد بودم، همه باید تصمیم میگرفتیم و اولین بار بود که منم با پایین آوردن سرم مجبور شدم. بهتر اگر من میدونستم که اگر من بگم نه منم باید ترور میکردم، برای که یه شاهد باید از بین ببرم. بنابراین اینا تصمیم گرفتن یک هواپیمای نزدیک به 70 نفر مسافر رو به خاطر 4 نفر از ولایت فقید بکشن. من شاهدش بودم، شاهدم دارم، میتونم ثابت بکنم در حق دادگاه ها، همه دادگاهی که بخوام. و کاری که وظیفه‌ای که به من محول شده بود این بود که بعد از اینکه این هواپیما منفجر شده همه کشته شدن، من از نظر تبلیغاتی ساپورت بکنم به همه رسانه‌های گروهی، رادیو، تلویزیون، روزنامه، تسلیت بفرستم، مصاحبه بکنم، ناراحتیم و پرچم بیاریم پایین و خیلی خودمونو غمگین و گریان و زار نشون بدیم که جنایتکاران CIA، موساد، FBI این کار انجام داده. دستعملی که آقای هاشمی رفسنجانی همیشه در نشستهای مربوط به گردهمایی سرپرستهای نمایندگی اینا رو میگفت. ولی خوشبختانه روز بعد من تا صبح نتونستم بخوابم. روز بعد میرفتم سر کار، دست من به جای بند نبود، نمیدونستم چیکار بکنم، مغزم گره خورده بود. تا یک تصادفی باعث شد که من بتونم این اکتر رو نجات بدم. دکتر نونی از دکترهای افغانی، حالا اسمشم بگم، آقای دکتر نقابت، برای که میدونم ایشون در جای سیفی هستن و مقام بالایی هم دارن، ایشون به ایشون گفتم قضیه را، گفتم وظیفه دارید که جلوی قضیه رو بگیری. ایشون رفتن و با تمیداتی کردن جلوی پرواز گرفتن و خوشبختانه اینا نجات پیدا کردن. یک کارهای دیگه هم که اینا گفتن